با سلام به دوستان، عزیزان، هموطنان، فارسی زبانان و بینندگان تلویزیون وزین ITC. من فریبرز داوودی هستم و خوش اومدید دوستان به یک دیگه از ویدیوهای برنامه نگاه ژرف به تاریخ فلسفه. این 12 ویدیومون هستش. در 10 ویدیوی اول خاطرتون از دوستان که راجع به تعریف فلسفه و اصلا فلسفه چی هستش و راجع به فلسفه یونان باستان صحبت کردیم، فلسفه قبل از سقراط و بعد از سقراط، و در ویدیوی قبلی هم راجع به تاریخچه انتقال فلسفه یا تفکر سیر فلسفی از یونان باستان به دوران قرون وسطا صحبت کردیم، تاریخچه‌اش که چه اتفاقاتی افتاد، چه اتفاقات تاریخی و سیاسی افتاد. و همونجوری که قول داده بودم، از این برنامه میخوایم شروع کنیم راجع به فلسفه قرون وسطا صحبت بکنیم، هم در دنیای مسیحیت و هم در دنیای اسلام. و اولین فیلسوفی که دوستان میخواستم راجع به صحبت بکنم که یکی از مهمترین ها هستش، به نام سنت آگوستین هستش. فیلسوف معروفی که و فیلسوف خیلی بزرگی بودش و یکی از اولیا بودش که در سال 354 میلادی به دنیا اومد و تا سال 430 میلادی هم زندگی کرد. در شمال آفریقا به دنیا اومد، از اطراف کارتج یا تونس امروزی هستش و فیلسوف فوق‌العاده مهمی و با نفوذی در تاریخ مسیحیت بوده. سنت آگوستین در واقع میشه گفت یکی از مهمترین فیلسوفای دیانت مسیح یا فیلسوفای مسیحیت همین سنت آگوستین هستش. و خاطرتون از دوستان گفتیم که کلن یکی از ویژگی‌های فلسفه یونان این بودش که سعی میکردش که مسئول فلسفی رو مستقل از دین و مستقل از باورهای دینی مورد تجزیه و تحلیل قرار بده و جوابایی هم که سعی میکردش که برای سوالهای فلسفی ما ارائه بده آری از دیدگاه مذهبی بودش. حالا یه اتفاق جالبی که افتاد و اینم راجبی صحبت کردیم که بعد از صعود که امپراتوری روم اومد و یونان باستان رو تسخیر کرد و اصلا تا یه مدتی اون چشم خشکید، دیگه ما به اون صورت فیلسوفای بزرگی دیگه نیومدن از یونان باستان و یه سری اتفاقات تاریخی دیگه هم که بعد از اون افتاد که در ویدیو قبل خیلی مفصل راجع بهشون صحبت کرده بودیم. یه امپراتوری روم اومد و این کلن اروپا رو در دست گرفت و با انحطاط و سقوط امپراتوری روم، این کلیسای کاتولیک بود که هم قدرت سیاسی و هم قدرت مذهبی رو در اروپا در دست گرفت و تبدیل شد به مهمترین نهاد مذهبی و سیاسی در سراسر قاره اروپا. و دیدگاه کلیسای کاتولیک فوق‌العاده دیدگاه محدودی بود و فوق‌العاده مذهبی و به قول معروف خیلی اینا با تعصب داشتن نسبت به عقاید و احکام دیانت مسیح و یه دیدگاه خاصی به کلن مسائل مذهبی داشتن که هیچ کس اجازه نداشتش که از این دیدگاه ها چی تخطی بکنه و در غیر این صورت کلی مشکل برای فرد وجود می آوردن و همونجور در نطفه اصلا خفه می کردن هر تفکری، هر سیستمی، هر ایدهی که مغایرت داشت با احکام دیانت مسیح یا حداقل اونطور که اینا تعبیر می کردن دیانت مسیح رو. و به این صورت بودش که گفتیم تو برنامه قبلی هم گفته بودیم که بعد از پایان دوران کلاسیک فلسفه یونان باستان، اصلا کلن تفکر فلسفی تبدیل شد به دو بخش و این دو بخش یه بودن فیلسوفایی که طرفدار مکتب افلاطون بودن و فیلسوفایی که طرفدار مکتب ارسطو بودن و اون روند تفکرات فلسفی خودشون رو به اون صورت ادامه دادن. و در وهله اول کلیسای کاتولیک زیاد مشکلی با افلاطون نداشت چون افکار افلاطون یه سری شباهتایی داشت به همین احکام دیانت مسیح، ولی در مورد افکار ارسطو خیلی سریع قبولش نکردن، یعنی واقعا نگرانش بودن که چون مطمئن نبودن که یا افکار هم خو هم سو با احکام دیانت مسیح هست یا نیستش. به این صورت
یه مدتی طول کشید، یعنی چندین قرن و چندین نسل طول کشید تا کم کم کلیسای کاتولیک اومد و افکار ارسطو رو قبول کرد و بعد از قبول کردن افکار ارسطو فوق العاده مهم شدن، به طوری که تعبیر شد از ارسطو تعبیر شد به یه عیسی مسیح دوم و اونقدر تعصب در مورد افکار ارسطو رشد پیدا کرد که هیچ کس جرأت نمی‌کرد اصلا بر علیه ارسطو صحبت بکنه یا نظری مغایر با ارسطو بده. و این یکی از اون عجایب روزگار هستش که همین کلیسایی که در اول کاری اون اولی که کتابای ارسطو رو کشف کرده بودن خیلی زیاد نظر مثبتی نداشتن و نمیخواستن عقایدش روش بکنه، ولی بعدها که قبول کردن عقاید رو اونقدر روش تعصب پیدا کردن و اونقدر رشدش دادن و اونقدر منتشرش کردن و تدریسش کردن در بین کشیشا که یه تعصب خیلی عجیب غریب و خیلی خوشگی در مورد افکار ارسطو پیدا کردن، طوری که عرض کردم ارسطو یه حالت مثلا عیسی مسیح دوم پیدا کرده بود در قرون وسطا. در برنامه قبلا گفتیم که در دیانت مسیح یا اون سیستمی که سر کار بودش تمام افکار مذهبی یا افکار روشنفکری تمامشون در حول و حوش دیانت مسیح و افکار مسیحیت بود. یه مثال زدم تو برنامه قبل، مثلا کشیشای مسیحی یا در این مدارس مسیحی که مثلا به اینا آموزش میدادن تدریس میکردن به این صورت بودش که مثلا یه شاخه گل روز اگه میدیدن مثلا سرخی گل رو نسبت میدادن به خون عیسی مسیح، خور شاخه رو مثلا نسبت میدادن به اون چوبی بود که عیسی مسیح یا اون صلیبی که عیسی مسیح روش صلیب شده بود، یا اون میخکای گل رو تشبیه میکردن به میخایی که مثلا کوبیده بودن تو دستای عیسی مسیح وقتی روی صلیب گذاشتنش. به این صورت بود، یعنی تمام فکر و ذکرشون فقط پدر پسر روح القدس بود، یکی از این چیزها، و هر چیزی که دور و برشون میدیدن، هر مثلا شیئی که میدیدن، هر غذایی که میخوردن، هر مثلا بارون اگه میومد، برف اگه میومد، سیل اگه میومد، یه جوری اینا رو تبتش میدادن به چی؟ به یکی از این نهادهای مذهبی در دیانت مسیح، پدر، عرض کردم پدر، یا به پدر یا به پسر یا به روح القدس یا حتی هر ستاشون. و تو این محیط و در این جو یه فردی پیدا شد به نام سنت آگوستین که این خودش یه سری ایده های جدیدی داد که یک مقدار متفاوت بود با احکام اولیه مسیحیت، البته لزوماً مغایرت به اون صورت نداشت، ولی نوع بیان و نوع ارائه ایده ها یه فصل جدید رو دست افکار مسیحی هستن باز کردش. و برای همین سنت آگوستین خیلی مهم هستش در تاریخ فلسفه مسیحیت. و این دلیلش هم ساده است دوستان، چون بعد از یه مدتی وقتی نسل ها عوض میشه و اینا دیگه این قبول کردن احکام اولیه که مثلا خدا هستش و پیغمبرش میاد و مثلا یا پسرش رو میفرسته روی زمین که انسان رو هدایت بکنه و کتاب مثلا انجیل رو میده که تمام سوالاتون رو جواب بده و اینا، و اون احکام سنتی و دیدگاه سنتی و دیانه به مذهب مسیح اینا، بعد از چندین نسل یا چندین قرن که بگذره دیگه برای یه عده یا بعضی از افراد قابل قبول نیستش و اینا شروع میکنن شک کردن و سوال پرسیدن و دنبال یه دیدگاه جدید و مترقی میگردن که بتونن مثلا عقاید مذهبیشون رو یه جوری برایشون چی توجیه بکنن و توضیح بدن. و اینجاست که مثلا اهمیت فلسفه مذهبی میاد مشخص میشه. برای همینه که فلسفه مذهبی اون اهمیتی رو داره که خیلی از سوالایی که مثلا بعضی از نسل جدید یا افرادی که شک میکنن به حقانیت مذهب میتونه سوالای اینا رو چی پاسخ بده. حالا در مورد این موضوع ما خیلی بیشتر صحبت خواهیم کرد وقتی میریم روی فلسفه اسلامی و به خصوص اولی سینا که راجبه میخوام صحبت بکنیم، ولی میخواستم فقط این مقدمه رو خدمتتون عرض بکنم که این مسئله مذهبی و استفاده از بحث‌های فلسفی در مذهب یه ویژگی خاصی داره که کمک میکنه که به خیلی از سوالایی که به خصوص نسل جدید که میان و شک دارن و اون شک رو چی سعی میکنه تغذیه بکنه با یه سری با استفاده از متدها و روش‌هایی که
حالا 100% سنتی نیستن و یه مقدار جدید تر هستن. سنت آگوستین هم یه اهمیتش در این چارچوب بودش که یکی از اولین کسایی بودش که سعی کرد که احکام و عقاید مسیحی رو در یک چارچوب جدید به نسل جدید در زمان خودش ارائه بده. صحبت سنت آگوستین به این صورت بودش که خودش در عرض کردم در سال 354 یعنی در قرن چهارم میلادی به دنیا اومد و تا اوایل قرن پنجم میلادی هم زنده بود. این خود سنت آگوستین در شمال آفریقا به دنیا اومدش و پدرش یه مذهب پیگن داشتش، یعنی یکی از مذاهب قدیمی که قبل از مسیحیت وجود داشت و مادرش مسیحی بودش. و بعد در جوانی کاری که میکنه میاد در روم و در اروپا، شمال آفریقا رو ول میکنه میاد در اروپا و در روم اونجا زندگی میکنه، شروع میکنه زندگی کردن و یک زندگی به قول معروف ساده‌ای داشتش. ولی در یه مقطع زمانی در سال 386 میلادی این دوچار یه سری بحران فکری میشه و شروع میکنه تمام عقایدش رو زیر سوال بردن و سعی میکنه که جواب پیدا بکنه برای این بحران و چکی که در وجودش به وجود اومده بوده. در وهله اول خود سنت آگوستین به عنوان یک سخنور تربیت داده شده بوده و حتی یه سخنور خیلی خوبی هم بوده و خیلی ماهری هم بوده ظاهرا و حتی مثلا هنر سخنوری هم درس میداده، یعنی زندگیشو از این راه میچرخونده، یعنی به دیگران درس میده که چطوری چی سخنرانی بکنن. ولی در سال 86 بعد از اینکه این بحران روشنفکری روحی رو بهش تجربه کردش، رفت و به دیانت مسیحی گروید، یعنی مسیحی شد. مادرش مسیحی بود ولی خودش هنوز کاملا مسیحی نبود، ولی در اون سال در سال 386 اومد و مسیحی شد و خیلی زود شروع کرد دست به کارهای تحقیقاتی زدن در دین مسیحی و کارهای تحقیقاتیش هم بیشتر بود فلسفی داشتن که از اون لحاظ برای همین خیلی مهم بودش سنت آگوستین در تاریخ تفکر مسیحیت. و در سال 95 هم به عنوان اسقف اعظم شمال آفریقا انتخاب میشه و برمیگرده و اونجا به عنوان اسقف اعظم که یک مقام بسیار مهم و با نفوذی بوده شروع میکنه به کار کردن. خود سنت آگوستین سه کار مهم داره، کار اصلی داره، یکیش در رابطه با اختیار اراده هستش، دومیش هستش که در سال این کتابو بین سالهای 388 تا 395 نوشتش، یک کتاب دیگرش هستش به نام اعترافات که این کتاب رو در بین سالهای 397 و 401 نوشت و آخرین کتاب مهمی هم که داشتش در رابطه با شهر خدا هستش، اسمش از شهر خدا که در بین سالهای 413 تا 427 این کتاب رو نوشت. و خود سنت آگوستین دنبال روی مکتب افلاطون بوده و به نظر اون و کل کار سنت آگوستین یا بیشتر توجهش و علاقهش در کار تحقیقاتیش در رابطه با مسئله یا مشکل پلیدی بوده یا شیطانی یا شیطان یا وجود شیطان در جهان و تضادهایی که این وجود شیطان در سیستم فکری مثلا باورمندان چی به وجود میاره و بیشتر تفکرش و تمرکزش در همین رابطه بودش. و یه صحبتی که سنت آگوستین میکرد به این صورت بود، خیلی خلاصه خدمتون بگم، که میگفتش که انسان ها کلن عقلانی هستن یا منطقی هستن یا عقلانی فکر میکنن، rational beings، و برای اینکه عقلانی باشن انسان ها باید چی ارادهشون اختیاری باشه یا بتونن در تصمیماتشون اختیار داشته باشن و این به این معنی هستش که میتونن بین خوب و بد رو چی انتخاب بکنن و به همین صورت اگه میتونن بین خوب و بد انتخاب بکنن، میتونن انتخاب بکنن که آیا اعمال نیک انجام بدن در زندگی یا اعمال پلید، یا اگه نیکی ازشون سر بزنه یا پلیدی. و یه صحبتی که سنت آگوستین کردش که خیلی مهم هست که در زمان خودش هم کلی سر و صدا به پا کردش، این بودش که نچیگیری که از این صحبت ها میکرد، میگفتش که خداوند مولد شیطان نیست، خداوند شیطان رو چی به وجود
نیاورده، چون و باید هم اینو میگفت، چون در تئوریش به این صورت بودش که اگر خداوند قرار باشه که این همه نیکی باشه و این همه قدرت داشته باشه و تمام جهان رو و کهکشان رو خلق کرده باشه و هیچی از این خداوند پنهان نیستش و از همه چی مطلع هستش و خداوند به همه چی واقف هستش و زندگی به ما میده یا مرگ برای ما میاره و و و و و و، پس چطور این خداوند اجازه داده که در جهان چی پلیدی یا شیطان به وجود میاد یا به وجود بیاد یا اصلا باشه، اصلا وجود داشته باشه؟ این یه تضادی هستش که الان هزاران ساله که باورمندان مذهبی سعی میکنن به این سوال جواب بدن و یکی از این افراد هم سنت آگوستین بوده و یه دو سه راه مختلف سنگ واسین پیدا کرد که سعی بکنه که به این سوال جواب بده، به این تضاد بین خدا و شیطان، خدای خوب، خدای نیک، خدای پرقدرت، نیرومند، خدایی که تمام جهان در اختیارش هستش، خدایی که تمام جهان رو خلق کرده، چرا شیطان یا پلیدی رو خلق کرده؟ چرا نتونست جلوی اونو بگیره؟ چطور ممکنه که هم خوب باشه خداوند، هم نیکی خلق بکنه و هم پلیدی؟ این تضاد رو چطوری میشه توضیح داد؟ صحبتی که سنت آگوستین میکنه این هستش که شیطان یک واحد یا چیز مشخصی نیست یا یک نهادی نیستش، بلکه شیطان کمبود یه چیز دیگه است، یعنی عدم وجود هستش، نه وجود. یعنی شیطان وجود نداره، شیطان فقط موقعی یا پلیدی موقعی ما حس میکنیم که عدم یه چیز دیگر رو بتونیم، عدم یه چیز دیگر رو حس بکنیم. به عنوان مثال سنت آگوستین میگفتش که مثلا پلیدی یا شیطان برای یک فرد کور عدم بینایی هستش، چون اون زجری که یک فرد کور میکشه از عدم بینایی، اون زج پلیدی هستش، اون زجری که شیطانی هستش، نه اینکه خود شیطانی وجود داشته باشه، بلکه عدم بینایی هستش که در حالت شیطان یا پلیدی برای اون فرد کور چی تجلی میکنه. یا به عنوان مثال یک دوست کارش شیطانی نیست، ولی دلیلی که اون به صورت شیطانی انعکاس پیدا میکنه اعمالش، این دزدیش یا تجلی پیدا میکنه، به خاطر این هستش که این فرد دزد چی صداقت نداره، یا صداقت در وجودش، عدم صداقت در وجودش هست، یا اصلا صداقت در وجودش نیستش. این عدم وجود یه چیزی هستش که به صورت شیطان یا پلیدی چی تعبیر میشه، و الا در غیر این صورت پلیدی به اون صورت وجود مستقل نداره، این مستقلن وجود تمشیز اصلا وجود نداره به صورت مستقل، بلکه عدم وجود چیزای دیگه هستش که تبدیل میشه به پلیدی یا تعبیر میشه به پلیدی یا انعکاس پلیدی داره در جامعه. و این مسئله خیلی مهم بودش در تعریفی که سنت آگوستین کردش، و دلیلش هم و برای این که این تعبیر از عدم وجود پلیدی یا شیطان در جهان هستی بخواد معنی پیدا بکنه برای در تئوری سنت آگوستین، یه ایده دیگه ای هم که میده این هستش که انسان ها خودشون آزاد هستن که بین پلیدی و خوبی انتخاب بکنن، کسی فشار چی روشون نیورده یا کسی مجبورشون نمیکنه، جبری اینجا در کار نیستش، بلکه اختیار فرد افراد هستش که میتونن این کارو بکنن یا نکنن. و این چی صحبتی بودش که چی از افلاطون، این سنت آگوستین از افلاطون گرفته بوده، این خیلی شبیه صحبتای افلاطون هستش یا تئوری افلاطون هستش که از اون گرفتتش. و این مسئله پایه و اساس اصلی تفکر سنت آگوستین هست. و مثالی هم که میاره این هستش که وقتی که مثلا آدم اومد، آدم و حوا رو عرض میکنم، و تصمیم گرفتش که
بین خوبی و نیکی و پلیدی، پلیدی رو انتخاب بکنه، اون وقتش و چرا این کار کرد و چطوری پلیدی رو انتخاب کرد، این بودش که اون میوه ممنوعه رو رفت از روی درخت دانشی ورداش و خورد، اون سیب ممنوعه رو ورداش خوردش، با اینکه خداوند بهش گفته بود این کار رو نکن ولی گوش نکرد، سرپیچی کرد از دستور خدا. و همین مسئله به خاطر چی بوده؟ به خاطر اینکه آدم چی داشته؟ اختیار داشته، جبری در کار نبوده، میتونسته انتخاب بکنه که فرمان خدا رو قبول بکنه و میتونسته بزنه زیرش و یه حرکت شیطانی رو مرتکب بشه که همون چی خوردن سیب بود از درخت ممنوعه، یا از سیب ممنوع از درخت نالج. و این به خاطر این بودش که چی اختیار داشتش، آزادی در اختیارش بوده. و یه مورد، یه نوع دیگه هم که سعی میکرد سنت آگوستین این سوال رو جواب بده به این صورت بودش که میگفتش که عقلانی یا افکار عقلانی توانایی فرد برای اینکه تصمیم بگیرن که تو اون پروسه منطقی که در مورد تصمیماشون دنبال میکنن، این پروسه یه پروسه ای هستش که بهشون اختیار میده که بین نیکی و بدی چی یکی رو انتخاب بکنن. و یه مورد، یه حالت دیگه هم که سنت آگوستین به مسئله پلیدی نگاه میکرده و دیدگاهش مثلا یه مقدار فرق میکرده با متفکرین هم دوره خودش، این به این صورت بودش که گفته بوده مثلا پلیدی یک دنیا را اگه ما به عنوان یک جهان زیبا یا به عنوان یک تابلوی زیبا بهش نگاه بکنیم، پلیدی یا شیطان به این زیبایی یه جورایی چی خدمت میکنه، یه کمک میکنه، یا یه مقدار به اون زیبایی میافزایه. و اون بلتش هم این هستش که شما بدون پلیدی زیبایی رو هیچ وقت چی درک نخواهی کرد، بدون پلیدی نیکی رو هیچ وقت درک نخواهی کرد. چون اگه پلیدی نباشه و فقط تنها اعمالی که از ما سر میزنه نیکی هستش و دنیای دوروبرمون هم و تنها چیزی که درش میبینیم زیبایی و شکوه و حشمت هستش، پس اصلا بدون پلیدی اصلا ما نمیتونیم اینا رو ما درک بکنیم یا قدرش رو بدونیم. برای همین خود پلیدی یا خود مثلا شیطان و اینکه ما این توانایی رو داریم که بین نیکی و پلیدی یه راه رو انتخاب بکنیم، چی معنی میده به همین به زیبایی که ما در دنیا میبینیم، یا به نیکی، یا اصلا به مثلا به نیکی معنی میده. به همین صورت پلیدی و نیکی لازم و ملزوم هم دیگه هستن، به هم دیگه معنی میدن، به هم، چون یکی بدون شما نیکی رو بدون پلیدی نمیتونید داشته باشید. و اونم که میگفتش که مثلا چیزی که آدم رو اجازه داد به آدم که زیر فرمان، یعنی تخطی بکنه از فرمان خداوند، به همین منظور همون اراده و همون توانایی که توانایی که بتونه تخطی بکنه از فرمان خداوند، همون اراده هم چیکار کرده؟ اجازه داده به آدم که چی گناه هم مرتکب بشه. و دنیای بدون پلیدی یا شیطان یه دنیایی هستش که اصلا کاملا بی‌معنی هستش، اصلا زندگی درش اصلا هر کاری بکنی بی‌معنی هستش. به اون صورت که مثلا شما وقتی که یه نقاشی رو مثلا میبینید، یه نقاشی رو میکشید، نقاشی خیلی زیباری که میبینید، اون سایه سیاهای یا سایه های تاریکی که مثلا تو نقاشی میبینید، میبینید با اینکه سیاه هستن، با اینکه تاریک هستن، ولی باز هم به چی؟ به زیبایی اون تابلو چی کمک میکنن، یه بخشی از زیبایی اون تابلو هستن به طبق گفته سنت آگوستین. و عرض کردم دنیا بدون پلیدی یک دنیای بی هستش، بی معنی، یه دنیایی هستش که هیچی درش، کار نیک هم که بکنی اصلا نه حسش میکنی نه میفهمی نه قدرش رو میدونی. به همین منظور ما در دنیا به پلیدی و شیطان اصلا نیاز داریم و شیطان و پلیدی وجود خاص مستقلی ندارن، بلکه بیشتر در رابطه با عدم وجود یا در کمبود یا نارسایی
میشه اینا رو چی تعریف کردش. از اون لحاظ سنت آگوستین خیلی اصلا سیستم فکریش فرق میکرد با افراد، یعنی با متفکرین مسیح زمان خودش، ولی به اون صورت حالا خیلی هم مغایرت نداشت با احکام دیانت مسیح. فقط یه مورد که یه مقدار اذیت شد و تحت فشار قرار گرفت، اون بخش از افکارش بودش که میگفتش که خداوند پلیدی رو به وجود نیاورده. یعنی این تصور این که ممکنه در کهکشان یا در جهان چیزی به وجود آمده باشه بدون دخالت خداوند، این یه مقدار سنگین بود برای یه سری از هم کلیسا و هم دوریای سنت آگوستین، و به خاطر همین یه مقدار تحت فشار قرار گرفت. ولی خب توضیحاتی هم که داد و صحبت هایی هم که در موردش کرد در مورد این مسئله پلیدی و شیطان و اینا، یه مقدار حالا کمک کرد به موزش در جهان مسیحیت، ولی این بخش از تفکرش یه مقدار اونو در شرایط خیلی یه مقدار دشواری قرار داشته وقتی زنده بودش. و به این صورت که برای اینکه ما میتونیم بین خوبی و بدی انتخاب بکنیم، پس ما چی؟ اختیار داریم، قدرت اختیار داریم و میتونیم انتخاب داریم. و جبر اینجا در این مسئله بین جبر و اختیار، طبیعتاً در اینجور موارد انسان از خودش مستقلا میتونه تصمیم بگیره و انتخاب بکنه که چیکار بکنه. حالا دوستان، در برنامه بعدی میخوام که راجع به رازی، زکریای رازی صحبت بکنیم، فیلسوف بزرگ ایرانی که در قرن نهم میلاد زندگی میکرده. و بعد از اون میخوام یه گریزی بزنیم بعد از اون به ابو علی سینا و راجع به این فلسفه بزرگ ایرانی که نقشی هم در رشد فلسفه اسلامی هم داشتن، راجع به اونم میخوایم چی یه صحبت کوتاهی داشته باشیم. خیلی ممنون که با ما بودید و امیدوارم تا هفته آینده خوب و خوش باشید. قربان شما، خداحافظ.